بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خلق کرد انسانها را در سختی و مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. به نام خدایی که همراه سختی ها آسانی ها را هم قرار داد. به نام خدای بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما هموطنان عزیزم، شما دوستداران برنامه روشنا. امیدوار هستیم که جور و سعادتمند باشین، در کنار اعضای فامیل محترمتان پر از خوبی ها و خوشی ها و موفقیت ها باشین. باز هم امروز همراه شما عزیزان هستیم و آرزو میکنیم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم در استودیو. خواهر خوب ما خانم دکتر فتحی از حضورشان به هر حال دعوت کردیم که تشریف بیارن امروز روز پنجشنبه و سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید عرض میکنیم. سلام خانم فتحی عزیز و خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدوارم که همه ما و بینندگان عزیز ما جور و صحتمند باشند. در خدمت شما هستیم. الهی آمین. بسیار عالی. خب هموطنان عزیزم و دوستدارانی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستند میفهمند که ما در هر روز نسبت به یک موضوع صحبت و گفتگو میکنیم و اما موضوع امروز ما در رابطه با رمز و رازهای مشکلات زندگی است. ای که ما همیشه در زندگی خود ما مشکلات داریم، سختی ها داریم، زندگی ما پر از فراز و نشیب هست و اما جا داره که بیایم شکرگزاری کنیم، بیایم از همین حاله دستای خود بالا ببریم و بگویم خدایا ما سپاسگزار هستیم، ما شکرگزارت هستیم به خاطر خوشی های زندگی ما و به خاطر سختی ها و مشکلات و مصائب های زندگی ما شکرگزار هستیم. چه خوب است که در مقابل سختی ها و مشکلات سختی ها هم شکرگزار باشیم. و این چنین هست که وقتی ما شکرگزار نعمت های خداوند حتی در سختی ها و مصائب باشیم، وقت است که میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند. بسیار عالی. اما شما عزیزان، شما هموطنای خوبم، چقدر در سختی ها و مصائب ها و مشکلات زندگیتان دچار یأس و ناامیدی بودین و شدین؟ بله، به نظر من بله، سختی ها و مشکلات در زندگی های ما وجود دارن. ما نمیتونیم بگوییم که سختی ها و مشکلات در زندگی ما نبوده و نیست. هست. همه ما، به خصوص شما هموطنان عزیزم که همیشه و همیشه در انواع سختی ها و مشکلات و مصیبت ها بودین، اما بدانین که این سختی ها و مشکلات وقتی که با مقاومت و صبر همراه باشه، مطمئن باشین که باعث رشد و ترقی و به کمال رسیدن شما عزیزان میشه. پس بیایم یک تصمیم با خود ما بگیریم از همیاله. ما در مقابل سختی ها، مشکلات و مصائب همیشه مقاوم هستیم و در مقابل او کوتاه نمیاییم. ببینیم که خواهر خوب ما خانم فتحی نسبت به این موضوعات چه صحبت های زیبایی دارن برای ما و شما عزیزان. خانم فتحی، ببینین ما در زندگی خوب گفتیم سختی ها، مشکلات و مصائب هست، اما چرا ما مثلا چه علاز شخصی و چه علاز جمعی مشکلات و سختی ها چرا وجود داره و دلیل او چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودین، یکی از مشکلات یا یکی از گرفتاری هایی که ما هیچ وقت رو نمیتونیم از زندگی ما حذف بکنیم همین وجود خود مشکلات است. یعنی هر کس به یک نحوه، به یک روش دچار مشکلات و مصائب در زندگی خودش هست. بله. حالا یا این فردیست، شخصیست، گرفتاری های خانوادگیست یا مشکلات جمعیست که در یک جامعه وجود دارد. پس ما وجود این مشکلات را انکار نمیتانیم. بله. و هست. وجود دارد. شاید کم و زیاد باشد. اما بنابراین میبینیم که در زندگی همه ما گرفتاری ها و مشکلات وجود دارد. پس وجود این را انکار نمی کنیم، اما ما میخواییم بدانیم که پس این مشکلات هست، نحوه برخورد ما و روش ما
و اون عمل کرده که ما در برابر این مشکلات داریم چیست. ایره باید یاد بگیریم و وجود مشکلات را نمیتونیم کلن بله. حذف کنیم، شاید کم بشه. بله بله. اما گرفتاری های هست و ما باید یاد بگیریم که چگونه برخورد بکنیم با درست. این مسائل. متاسفانه کم اطلاعی برخی از ما انسان ها که نمیدانیم حکمت این مشکلات چیست. مشکل یا مشکلات یا مصیبت ها در زندگی ما به وجود آمده بله. یا در جامعه که در زندگی می کنیم چرا به وجود آمده، زود با همین اطلاعات بله. محدود ما قضاوت می کنیم و چه بسا که خدای نکرده خداوند را یا شاید انسانهای دیگر را متهم بکنیم بله. به اینکه یا انتقاد بکنیم که نسبت به ما ظلم میکنن، گله و شکایت. گله و شکایت بله. پس یا اینکه ناامید میشن از وجود خودشان حتی. بله. ما همیشه اینطور بدبخت و بیچاره بودیم. بله. گله و شکایت از وجود خود پیامدهای همین مسئله است. یعنی ما اطلاع نداریم و با اطلاعات کم ما زود به ناامیدی یا به متهم کردن طرف دیگر یا حتی گفتیم که خداوند متعال دچار میشیم. بله. پس خوب است که بدانیم که چرا مشکل به وجود آمده. آیا خداوند متعال مقصر است؟ درست. یا من انسان چه رفتار کردم؟ بله. چه برنامه ریزی کردم که دچار مشکل شدم در زندگی خودم؟ پس بنابراین خوب است که قبل از اینکه به موضوع اصلی ما بپردازیم و این مسئله پرداخته شود که همین منشأ ظلم یا کار بد بله. چی میتونه باشه؟ چرا ما یک انسان را متهم میکنیم، انتقاد میکنیم که او ظلم کرده است؟ درست. وقتی مراجعه میکنیم به منابع دینی ما نگاه میکنیم که سه تا امر، سه چیز باعث میشه که ما دچار خدای نکرده ظلم به دیگری شویم. اولین مسئلهش جهل انسان است. این انسان نمیدانه که این کاری که داره در قبال کسی دیگر انجام میده این کار زشت است. بله. این کار بد است. این ظلم است. ظلم نباید است. انجام بده. و این شخص چون جاهل است به این امر نمیدانه او کار انجام میده. بله. یا اینکه میدونه که این کار بد است اما چون نیاز داره و میخواد با اون ظلم کردن نیاز خودش را برآورده کنه و برطرف کنه و دست میزنه به کار ظالمانه. مثلا مال یک یتیم میخوره، یک کسب کار که انجام میده او را با گناه میخواه انجام بده یا سهم یکی را درست نمیده. بله. یک کار به عهدهش گذاشته شده کاستی و کمید او کار انجام میده. پس این اثر نیاز میخواه که نیاز خودش را برطرف کنه. بله. اما نمیدانه که این کار که میکنه نتیجهش چیست. نتیجه او ظلم به دیگران است و نباید این کار را انجام بده. و آخرین مطلب این است که هم میداند هم شاید نیاز نداشته باشه اما قدرت بر ترک اون کار بده یا اون کار ظالمانه را نداره. یعنی شده جزء از زندگیش، جزء عادتهای زندگیش، جزء از عادتها. متاسفانه یا مثلا زیاده خواهی میشه دیگه. یعنی مثلا این که از دنیا و زندگی قدر توقع داره که همه چیز برای خودش میخواه و حتی یه کار که میدونه بعد است میگه من قدرت ندارم که کار ترک کنم. هوای نفسش ما نمیشه. بله. مثلا ما مثالایی که در زندگی روزمره ما داریم مثلا غیبت کردن کلگی میدونه که یک کار بله. بد است و ظلم در حق خواهر یا برادر دینی ما میکنیم چون آبروی او را میریزیم پشت سر او، حرف میزنیم، گپ میزنیم و این کار نادرست است. بله. میفهمه اما بهش میگیم که چرا این کار میکنی؟ میگه که نمیتونم این کار ترک بکنم. بله. خب شما بگیرین مسائل بزرگتر را در نظر بگیرید که برای اکثریت مردم این ضرر برسانه. پس این سه امر است که ما ظلم میکنیم. خداوند متعال را وقت مراجعه میکنیم چون بعضی ما متاسفانه میگیم که خداوند در حق ما این ظلم روا داشته یا عدالت نکرده. پس میبینیم این سه تا مورد هیچ کدامش به ساحت
مقدس الهی راه نداره. بله. چرا؟ به خاطر که خداوند علیم مطلق است، خداوند آگاه است، بله، خداوند غنی است، هیچ نیاز نداره که بر کسی ظلم بکنه. ارحم الراحمین ارحم است. الراحمین است بله و خداوند قادر متعال است، بله، بر همه چیز قدرت داره که او را ترک بکنه دقیقا. یا انجام بده. بله. پس بنابراین ساحت مقدس الهی از این امر بریست و دور است. پس ما مراجعه بکنیم به خود، به وجود خود ما باید مراجعه کنیم، به وجود خود من انسان که چی کار کردم که در زندگی یا در جامعه که زندگی میکنیم همگی ما دچار مشکلات هستیم و مصیبت ها در زندگی ما وجود دارد. پس بنابراین حتما به مطالعات ما بیفزاییم، با این اطلاعات کم ما زود قضاوت نکنیم و چون نتیجه این شاید خدای نکرده متهم کردن خداوند متعال باشه به بیعدالتی یا انسان دیگر. پس یعنی خانم فتی، مشکلات زندگی که بر ما ایجاد میشه کل از او را ما نمیتونیم بگوییم که مثلا ما اینا دوچار مشکلات شدیم، خب پس از طرف خدای بزرگ است، درست است؟ ما این گپ نمیتونیم بگوییم. بسیاری از مشکلات و سختی زندگی ما به خاطر خود ما هست، خود ما ایجاد کردیم اون را برای خود ما، از طرف خداوند نیست. بله، چون ما گفتیم منشأ ظلم اون سه مورد است، هر کدامش که بررسی میکنیم در ساحت مقدس الهی راه نداره. پس خداوند عادل است. پس نمیتونیم که تقصیرها و کوتاهی‌های زندگی خود ما که منجر به مشکلات یا خانوادگی یا جامعه ما شده و عهده خداوند متعال بندازیم. این نکته اول. خب چطور سوال پیش میاد که چطور مثلا خداوند ما را خلق کرده همراه با سختی ها و مشقت؟ بله. چون ما گفتیم در برنامه، شاید مثلا سوال پیش بیاد برای بیننده های ما که ما گفتیم که خداوند انسان ها را خلق کرد با سختی ها و مشکلات. بله. در زندگی طبیعی که ما زندگی می کنیم، در زندگی مادی که ما در این دنیا به سر می بریم، مشکلات وجود داره. اینها را ما در همین برنامه و برنامه های آتی توضیح می دهیم. توضیح می دهیم برای بیننده ما. برای چی مثلا این مشکلات به وجود می آید. خب پس همین علم محدود و اطلاعات محدود ماست که قضاوت می کنیم و قضاوت های ما نادرست کامل است. نیست. چرا این کار می کنیم؟ خب گفتیم که اطلاعات ما محدود است. مثلا یک مثال جمعی خدمت عزیزان عرض کنم، یک بارندگی صورت می گیره و این بارندگی به قدر شدید است که موجب می شه که شاید خانه ما آسیب ببینه، یا همون مزرعه یا کشاورزی ما آسیب ببینه، یا همون منطقه ما آسیب ببینه. و من چون از حکمت این مطلب خبر ندارم، نام این را میگذارم، میگم بلا. بلا آمد سر این مصیبت بود. این یک مشکل بود که امروز بر ما با وجود آمد. اگر ما اطلاع داشته باشیم، همه جوانب را بسنجیم. مثلا همین بارندگی زیاد چقدر فایده کرده برای کشاورزای دیگر. بله. آبهای زیرزمینی. آبهای زیرزمینی چقدر تأمین شده. پس چون ما اون شیعه، اون چیزه، اون امره نسبت به خودم میسنجم، میبینم اگر برام خوب بود میگم که این خیر است، اما اگر بد بود او را میگم که بد بود و شر است و این از جانب خداوند بود و این تفسیرها را میکنیم. پس ببینیم همه جوانب را یک مسئله را بسنجیم و قضاوت کنیم. دقیقا. چون فکر ما نامحدود، یعنی محدود است فکر و ذهن ما. در مثال دیگر که میخوایم خوب عزیزان توجه بکنن که این مشکلات بر چی برمیگرده، تفسیر ما چیز، یعنی برداشت ما چیز، این مسئله را بگویم که همین نوزاد که در یک خانواده متولد میشه، شما میبینید که بسیار گریه میکنه و بعضی از پدرها و مادرها میگن که یک مشکل بر ما وجود آمده، ما داریم شکنجه میشیم و حتی خوب. این اسما را میبرن. بله بله. و نمیدانن که اگر اولاد نوزادی که گیریه نکنن، این سلامتی او به خطر افتاده. بله. و چون ما اطلاعات نداریم، خوب است که ما خانم ها قبل از این که فرزند ما به دنیا میاد اطلاعات داشته باشیم که نوزاد چرا گیریه میکنن. حکمت های این مسئله امروز با علم جدید ثابت شده. بله. با عنوان مثال
اثر مثبت یک گریه اولاد این است که دستگاه تنفس نوزاد تقویه میشه. تقویه میشه. رطوبت های اضافی که در مغز او است و شاید باعث عفونت شود با همین گریه کردن او خارج میشه از ذهن اولاد ما. دیگر دست او، سینه او، عضلات شکم او تقویت میشه. پس ما اگر از حکمت ها و همه جوانب یک مسئله آگاهی داشته باشیم، دیگر به اولاد ما دیگر نمیگیم که چرا یک قدر گیریه میکنن، چرا نارام است و پیش دیگر را بگوییم که این زیاد گیریه میکنن. پس میبینیم آثار مثبت داره و این آثار مثبت باعث میشه که او بچه گریه کنه، او اولاد گریه کنه. پس بنابراین خوب است که به اطلاعات ما دقیقاً ای افزاییم که خدای نکرده این گونه رفتار از ما سر نزنه. و قرآن هم که مراجعه میکنیم میبینیم ما انسان ها را با این صفت خوانده است که بسم الله الرحمن الرحیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم انسان اندک است. محدود است. پس برای این که ما از زوایای یک امر آگاه شویم خوب است که به اطلاعات ما بیفزاییم. در حال حاضر شاید کسی بوی کتاب خواندن سخت است یا مثلا در دسترس نیست، ماشاءالله با این رسانه ها، با مقالاتی که در اینترنت است، انسان میتونه با یک گوشی کل اطلاعات دقیقاً به دست بیاره، همه چیز میتونه با آسانی در دسترس همه هست. حالا همه ببینی یک موبایل داره و با اینترنت هم که حتمی وصل است و میتونه که از همه چیز استفاده مفید بکنه. بله. پس این نکته اول. نکته بعدی که ما میخواییم ساحت مقدس الهی را از او دور بدانیم این است که از جانب خداوند هیچ وقت چیزی که شر باشد و ما او را وجودش از شر مطلق، یعنی فقط چیز بد باشد، نمیگیم که آفریده شده. و اصلا یک چیزی که به کلی بد باشد او میگیم وجود نداره. و چیزی که وجود نداره نیاز به خالق نداره، گوره خلق بکنه. پس برمیگرده به تفسیر نادرست ما. با عنوان مثال اگر ما یک حیوان را میبینیم که مضر است به حال ما، میگیم که این وجودش شر است، این وجودش بد است، چرا خداوندی را خلق کرده. مثلا مار، مثلا عقرب، درست. چون نیشش بر ما ضرر داره و ما این تفسیر ولی چه خاصیت هایی داره، داروهای از او عقرب میشه، او عقرب درست میشه، او سمه که داره، یا اصلا برای خود او وسیله دفاعی است. بله دیگه، او از خودش در مقابل سایر موجودات دفاع میکنه. 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم خانم فتی. بله. پس بنابراین ملاحظه میکنیم که این مسائل به ساحت مقدس الهی هیچ ربط نداره. ما ببینیم اون تفسیری که ما میکنیم به چه صورت است. چون وقت کم مانده، من عبور میکنم از بسیار از مسائل، برمیگردیم به این که پس این مشکلات در زندگی ما که وجود دارد به چه صورت هم. خوب است که ما بدانیم بعضی از مشکلات و مصائبی که در زندگی ما وجود دارد به 2 صورت هم. برخی از مشکلات هستند که اراده من انسان درش دخیل نیست. جهان طبیعت به این گونه آفریده شده است. بله. مثلا مرگ و میر جز خاصیت است که در جهان طبیعت وجود دارد. بله. یک زمان ما به دنیا می آییم و یک زمان باید از این دنیا برویم و جان عزیز ما را یا عزیزان ما را از دست می دهیم. پس این را بپذیریم، خود ما را بر چنین روزهای آماده بکنیم که جهان طبیعت خاصیتش بر همین است. و میبینیم که خداوند متعال در جای جای از قرآن به این مسئله اشاره دارد. برخی از مشکلات است که نه، انسان خودش نقش داره. ما با این مشکلات کار داریم، چون ما میخواییم که راهکار بدیم، حل بدیم که چی کار کنیم با این مشکلات برخورد اولا نداشته باشیم. اگر به وجود آمد، راه برون رفت او چیست؟ پس برخی از مشکلات است که یا من فرد
یک فرد و بله. گناه من فرد دخیل است و وجود می آوره اون مشکله، چنان که خداوند متعال می فرماید که اذا اصبتم مصیبتا بما قدمت ایدی هم، اشاره می کند این که به دست خود ما اون مشکل بله. به وجود آمده است. درست. اما برخی از مشکلات دیگر است که جمع از انسان‌ها مقصرن، همون اجتماع و محیط، بله محیط، محیط مقصرن که مشکلات در اون جامعه به وجود آمده است. بله. خب این مثل همین جنگ‌ها، مثل آشوب‌ها، مثل مسائل که در جامعه هست، بله. به هر نحو اقتصادی سیاسی است به وجود آمده. چرا؟ به خاطر کوتاهی های برخی از بله، افراد. بله. و ما ایره در حتی صدر اسلام هم میبینیم. خداوند متعال در قرآن در مورد جنگ احد، یک جنگی است که به نفع مسلمان ها بود، بله. اما یک عده تخلف کردند، ترک کردند دستور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بله. و نتیجه جنگ برگشت و علیه مسلمان ها شد، بله. و تبعات هم بر مسلمان ها داشت. پس خداوند متعال در این گونه موارد هم ما را سرزنش می کنه که بله. جمع از انسان ها ناس در اون مقصر هستند. درست. در سوره روم آیه 41 خداوند متعال می فرماید که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. پس میبینیم که اگر برخی از مشکلات هست و ما انسانها در اون نقش داریم، حالا چی در خشکیست چی در دریاست، به دست من انسان است. دقیقا. این کوتاهی ما باعث اون مشکلات شده است. و همینجا باز دوباره در قرآن است که خداوند متعال راهکارش هم به دست خود انسان دقیقاً. سپرده است. خانم فتحی ببخشید، امروز وقت ما بسیار کم بود، ما مجبور هستیم که به هر حال وقت برنامه خلاص است، چون که به اذان به وقت کابل نزدیک هستیم، مجبور هستیم از دور شما خدافظی کنیم. ولی خب وعده از شما میگیریم که در هفته دیگه انشالله که این مباحث را به صورت کاملتر و جامعتر بیان میکنیم. بسیار خوب است، تشکر میکنیم. خب از آن بیننده بسیار زیاد تشکر و سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که در پنجشنبه هفته آینده همچنان بیننده باشین که در رابطه با این موضوعات بسیار عالی و مفید همراه شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد. با اتفاق کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان خدافظی میکنیم و امیدوار هستیم که در این لحظات ملکوتی ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. صلاة الله سلام.